the government today was run by the mullahs and the... They would take us back 1500 years. این قدیمچی نیکسون شاه رو قدرت داد که در منطقه ابرقدرت ایران باشه. انگلیسی اومدن گفتن نه عربستان سعودی باید. نیکسون در بعد ورودش به خبرنگارها اعلام میکنه هدفش از این سفر حمایت از دوست و متحد سابقش شاه ایرانه. شروع دوستی شاه و نیکسون به بیش از 25 سال پیش برمیگرده. با این حال اولین ملاقات رسمی اونها در مقام رهبران ایران و آمریکا 7 سال قبل و در تهران انجام گرفت. بر اساس دکترین نیکسون ایالات متحده به کشورهای همپیمانش کمک‌های لازم را ارائه می‌کرد تا بدون نیاز به آمریکا قادر به دفاع از خودشون باشن. شاه هم که تلاش میکرد ایران رو به قدرت برتر نظامی منطقه تبدیل کنه، نیکسون و دکترینش رو بهترین فرصت برای تحقق اهداف خودش میدید. انگلیسی ها تلاش های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس میدونستن و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتند. بدبینی بریتانیا به شاه ایران رو میشه در گزارشی که سفیر این کشور در عربستان در سال 1968 و همزمان با دیدار شاه و ملک فیصل تهیه کرده به خوبی دید. این گزارش پادشاه عربستان رو یک محافظه‌کار واقعی و رهبری محتاط معرفی میکنه، اما در مقابل شاه رو به تمسخر فرزند یک نظامی بی سواد میدونه که برای کشورش اهدافی بلند پروازانه داره انگلیسی ها تلاش های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس و تا الان آقا دارن پول خرج میکنن تو ایران که دین اسلام، فقه شیعه، سینه زنی، زنجیر زنی، بدبختی، بیچارگی روز به روز گسترش بیابه، چون هرچه تو خرتر باشی و گافتر باشی و هی لقد بذاری به کلت که استعمار بهتر میتونه ببره که. از اون طرف هم جورج سوروس میاد براتون رئیس جمهور درست میکنه، حتی برای آمریکا جورج سوروس رئیس جمهور درست میکنه. برید کمی مطالعه کنید ببینید چطوری بارک حسین اوباما یه سیاه‌پوست آمریکایی رو جورج سوروس رئیس جمهور کرد. بعد خاتمی میاد میگه آقا ما اصلا جورج سوروس رو نمیشناسیم، باهاش نبودیم اصلا. این عکس خاتمی است با جورج سوروس، میبینید آقای خرازی هم کنارش. و جورج سوروس بعد خودش کتاب مینویسه. خبرنگار ایرانی که با خاتمی بودن شهادت میدن، عکس ها رو منتشر میکنن، ولی خاتمی هم چه میگه؟ نه من اصلا جورج سوروس رو نمیشناسم، تو تمام عمرم ندیدم، دروغگو. این هم سید خندانتون. جورج سوروس کتاب مینویسه، تو کتابش عکس خاتمی و چگونگی مذاکره و گفتگو با ایش رو میذاره و بعد همین حسن روحانی تداوم اون هست که خاتمی تاییدش کرده بود و اینها میلیون ها دلار روی قضیه گرفتن و میگیرن، ولی میگن ما نمیشناسیم یارو رو. رئیس جمهور اسرائیل برای عدم حمله به ایران میره زندان و خاتمی میره با سوروس مذاکره، دیدار، قرار مدار، تا همین الان قرار مدار به اینا پولاری ندادن. اولین چاپخونه رنگی که برای اینا ساختن تو ایران اینا پولش دادن، تمام تبلیغات اینا دادن. اون موقع البته رفسنجانی بود، رفسنجانی با اینا کار میکرد ولی خودش مستقل عمل میکرد، یعنی اونطور نبود که با رفسنجانی با همون انتقاداتی که ما بهش کردیم و وقتی زنده بود و چه کردیم اینا، ولی بگم در زمان رفسنجانی این با همه اینا لاس میزد ولی نمیکشید چیز. اینا آقا نیومده همه چیز ایران دادن رفت.